شب سیاه، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این بخش از ویدیو داستان شب تنهایی را برایتان میخوانم. قبل از اینکه داستان را آغاز کنم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و علامه زنگک را نیز فشار دهید. همچنان اگر خواستید داستان را برای خوانش با ما شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من و تماس شوید. آغاز داستان. شب سیاه، قسمت اول. زندگی ما نیز همانند میلیون‌ها خانواده دیگر به صورت عادی در جریان بود. پدرم افسر پلیس و مادرم کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ. من فرزند اول والدینم بودم و شامل صنف اول مکتب. با دو برادران کوچکتر از خودم در یکی از آپارتمان‌های مکرورایون شهر کابل خوش و آرام زندگی می‌کردیم. طبق معمول صبح همه از خواب برخاسته و آماده شروع روز جدید زندگی می‌شدیم. پدرم لباس نظامیش را بر تن کرده، نخست برادرانم را به کودکستان می‌برد. بعد دنبال کار خودش می رفت و مادرم من را هم آماده می ساخت و با خودش به دفتر می برد و چاشت در جریان وقفه نان خوردنش مرا به مکتب می رساند. عصر هم دوباره با مادرم در موتر ماموری نزدیک کودکستان رفته و از راه برادرانم را با خود ما گرفته به خانه برگ می گشتیم. پدرم کم ناوقت‌تر خانه می آمد. زندگی ما به همین سادگی و آرامی جریان داشت. مادرم زن خوش‌صورت و خوش‌اندامی بود. در ضمن مادر بسیار خوب و با سلیقه. همه همسایه‌ها و اقارب ما زندگی خوش و با سلیقه ما را به عنوان زندگی نمونه و طور مثال یاد می کردند. زمان بدون توقف درگذر بود. یک روز که پدرم از دفتر کارش برگشت، زیاد ناراحت بود. مادرم از او پرسید که چرا امروز اینقدر ناراحت هستی؟ پدرم بروی خود نیاورد و گفت کمی خسته هستم و به مادرم اشاره کرد، گفت که کمی بعد برایش تعریف می کند. من به زیرکی دانستم که پدرم از ما چیز را پنهان می کنه. خوب غذای شب را خوردیم. شب جمعه بود. بدین لحاظ من با پدر و مادرم تا ناوقت شب بیدار بودیم و تلویزیون می دیدیم. شبهای جمعه معمولاً از طریق تلویزیون فیلمهای هنری هندی پخش می شد. همه منتظر می بودند تا فیلم ببینند و ما هم همین طور. فیلم جالب و دیدنی بود. هر سه ما آن را دیدیم، بعداً هم خوابیدیم. صبح وقتی که از خواب بیدار شدم، دیدم که مادرم در آشپزخانه ضمن آماده کردن صبحانه غذاهای ساده دیگر نیز مثل چپس، چپلی کباب و سالاد تهیه کرده است. حس کردم که شاید جای به میله می رویم، چون قبلها هم از این کارها می کردیم. از مادرم پرسیدم که امروز کجا می رویم؟ مادرم گفت که پدرت می خواهد که امروز جای بیرون از خانه برویم که به همه ما شما خوش بگذرد. برادرانم از اتاق دویدن و هر دو با یک صدا فریاد زدن باغ وحش، باغ وحش می رویم. پدرم با لبخند از حمام بیرون شد و هر دو برادرانم را در آغوش کشید و گفت خوب است، ببینیم که خواهرتان هم می خواهد یا نه. من هم که بیدرنگ گفتم بله بله حتما. پدرم صدا زد که تو هم بیا در آغوشم دختر قشنگم.
روز خیلی خوشایندی داشتیم و نزدیک های شام به خانه برگشتیم. همه خسته و مانده بودیم. برادر کوچکم رو روی کوچ خانه خوابش برد. برادر دیگرم هم از شدت خستگی چشمهایش بسته می شدند که پدرم گفت می خواهم یک چیز بگویم. من فردا برای چند روز به یک وظیفه به ولایت خوست می روم. چون صبح وقت می روم ممکن است که شما خواب باشید. اما زیاد طول نمی کشد. انشالله خیلی زود به خیر بر می گردم. مادرتان را اذیت نکنین و متوجه یک دیگر باشین. من که از شب گذشته کنجکاو به ناراحتی پدر بودم، حالا بود که دلیلش را دانستم و سخت ناراحت شدم. اشک در چشمانم نمایان شد. پدرم که متوجه شد، مرا نزد خودش خواسته و سر و صورتم را بوسید و گفت که اینطور نکن دخترم. این که بار اول نیست. من یک افسر هستم. وظیفه من همیشه چنین بوده و خواهد بود. حالا برو، شب ناوقت است و تو هم بسیار خسته هستی. بخواب و متوجه خود و برادرانت، درسهای مکتبت هم باش. مادرم ساکت و آرام نشسته بود. با ناراحتی تمام فقط به ما نگاه می کرد. من هم روی پدرم را بوسیدم و رفتم به اتاق خواب. برادرم هم بعد از بوسیدن و خداحافظی و شب بخیری با پدر و مادرم آمدند به اتاق تا که بخوابد. صبح وقت بیدار شدیم، مادر چای صبح را آماده کرده بود و پدرم صبح وقت، زمانی که ما خواب بودیم، رفته بود. روز دیگری را آغاز کردیم. چند روز گذشت. از پدرم خبری نبود. سخت دقاورده بودم. برادرانم نیز بهانه‌گیر و نارام شده بودند. مادرم هم گرچه ناراحتیش را از ما مخفی می کرد، اما احساس می کردم که خیلی ها ناراحت است. هفته ها به همین طور 2 ماه گذشت. تا اینکه در یکی از روزها نزدیک ساعت 10 شب بود که زنگ دروازه خانه ما زده شد. مادرم تازه آشپزخانه را جمع جور کرده می خواست برادرانم را بخواباند. و من هم در حالی که راهی بستر خوابم بودم، مادرم گفت که خدا خیر کنه. این وقت شب کی خواهد بود؟ من هم به تعجب با مادرم دیدم و هر دو رفتیم به طرف دروازه. مادرم دروازه را باز کرد. 3 افسر پلیس پشت دروازه بودند. از جمله یکی از همکاران پدرم بود که قبلا هم او را دیده بودم. ولی 2 تن دیگرشان ناآشنا بودند. مادرم همین که دروازه را باز کرد و هر 3 تن افسران سلام دادند. مادرم هم همینطور. آن مردی که از جمله همکاران پدرم بود گفت منزل خفورخان است؟ مادرم گفت بله بفرمایید. مرد با ناراحتی تمام به طرف مادرم نگاه کرد، گفت شما؟ مادرم بارخطا شد و با صدای لرزان تکرار کرد که خیریت هست برادر؟ افسر، ببین خواهرم، غفارخان در جریان جنگ با دشمن در وظیفه خوست. من حالتم بد می شد و حرفهای این مرد در گوشهایم انعکاس می کرد. گویا خواب می دیدم. گویا حرفها را از دورها و از داخل یک تونل می شنیدم. مادرم وای خدایا خیر کند که بدبخت شدیم، نکنه روزگارم سیاه شد. مرد خواست که مادرم را تسلا کند، اما مادرم از حال رفت و به زمین افتاد. من دویدم و مادرم در حالی که رنگش پریده بود دوباره خودش را استوار نگه داشت، دیوار را محکم گرفت، بلند شد و گفت که لطفاً واضح بگویید که چی گپ شدم. مرد دیگری از میان این 3 مرد پیش آمد، گفت خواهر، اگر از اقاربتان کسی است برایش زنگ بزن که به شفاخانه 200 بستر پلیس آمده و جنازه را تحویل بگیرند.
با شنیدن این جمله دنیایم ویران شد. چیخ زدم. مادرم مرا در آغوشش گرفت و دلداری می داد. در حالی که خودش مانند درخت بید می لرزید. با بندش گلو حق حق گریه می کرد. به آن سه افسر گفت. اتفاقی است که افتاده. من به برادرم زنگ می زنم و با ما به شفاخانه می آید. افسران گفتند که اگر خواسته باشید ما منتظر می مانیم تا شما را به شفاخانه برسانیم. به مامایم زنگ زدیم. او در کارتی نو زندگی می کرد. خودش را بسیار زود نزد ما رسانید. همسایه های دهلیز ما نیز از جریان باخبر شدند و به کمک ما آمدند. مادرم با برادرش به شفاخانه رفتند. من با برادرانم در یکی از خانه های همسایه ها ماندیم. تا صبح در یک گوشه دیوار نشسته بودم و گریه می کردم. عکس پدرم را در آغوش گرفته بودم. مادرم به زن همسایه گفت که اگر پسرانم بیدار شدند آنها را به خانه خودشان ببرند چون خیلی کوچک هستند. بهتر است که خانه نباشند. پدر را از دست دادیم. دیگر در خانه ما آن شور و هیجان، گرمی و رنگ و بوی سابق صمیمیت و عشق وجود نداشت. مادرم هم پدرم شد و هم مادر. خیلی ها جوان بود ولی حالا دیگر او یک زن بیوه بود با سه فرزند کوچک. من 7 ساله بودم. برادرم 5 ساله و برادر کوچکم 3 ساله. مادرم زندگی را به تنهایی و سختی های بیشمار و پیش می برد. مردهای خانواده، اقارب، همسایه ها، همکاران دور و نزدیک، مستقیم و غیر مستقیم و مادرم پیشنهادهایی داشتند. اما مادرم که پدرم را خیلی دوست داشت و آغاز و اساس زندگی مشترکشان هم به عشق بنا شده بود، هرگز نتوانست کسی را جاگزین پدرم کند. ما روز تا روز بزرگتر می شدیم. مشکلات مادرم هم همینطور. مادرم از بار مشکلات زندگی عصبانی و کم حوصله شده بود. با اندک حرف با هر کی برخورد لفظی می کرد. بسیاری از نزدیکان به دلایل مختلفه از ما دوری می کردند. جز خانه بی بی جانم جای دیگر نمی رفتیم. چون که می گفتند مادرم زن جوان و بیوه است. حرف و حدیث زیاد می شود. مادرم فقط بالای وظیفه اش می رفت. از امور منزل و ما حفاظت می کرد و گاه گاه خانه مادر خود. آنجا هم زیاد خوشش نمی آمد. چون زنهای برادرانش به زیبایی و همت و سلیقه او حسودی می کردند و با حرفهای کنایه آمیز ناراحتش می کردند. من با گذشت هر روز و ماه و سال دختر جذاب و قشنگ شده بودم. صورت قشنگ مادر و هیکل جذاب پدر را به ارث برده بودم. شنونده های عزیز برنامه نوای نو، بقیه قصه شب سیاه را در ویدیوی بعدی تماشا کنید. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.